الهی غنچه امید بکشای، الهی غنچه امید بکشای، گلی از روضه جاوید بنمای. بخندان از لب آن غنچه باغم، و از آن گل عطر پرور کن دماغم. الهی همان کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی همان کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. آقای ولی بسا تشکر که همون یک شبه شما با بنیاد عامل سیب شهید به وجود آورده. از شما بسا تشکری، کلمات زیبایی گفتید. سلامت باشید. و از یک یکتان که در اینجا تشریف آورده بید، شاید انتظار آن را داشته باشید که از من چیزهایی بشنوید در باره آن شب و یا شبهای دیگری که با هم بودیم. آقای وجودی اینجا تشریف دارن، شعرهای دیگه اینجا هستن، نویسنده ها هستن، خاران عزیز هستن، مجاهدین هستن، کسایی که ما اونا را میشناسیم، کسانی هم که ما را میشناسیم. شاید از من توقع کنن که بسیار حرف ها در باب همون شب بزنم که از دست من پورا نیست. فقط به این اکتفا میکنم که در شب هجر تو شرمنده احسانم کرد، دیده از بس گوهر عشق و دامانم کرد. سرگذشت شب هجران تو گفتم باشم، آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد. شمعی از گل روی تو با بلبل گفتم، شمعی از گل روی تو با بلبل گفتم، آن تنک حوصله رسوای گلستانم کرد. چی در کوه بودیم و چی در دشت، چی در فراز کوه ها بودیم و چی در درون دره، چه روزهای شاد بودیم و چی در روزهای غمگین، چی در عشق بودیم و چی در شادی، وقتی خسته می شدیم، وقتی فشارهای کار زیاد می شد، وقتی همه درها بسته می گشت، وقتی همه نارامی ها قلب ما و ملت را می گرفت، وقتی فریاد مردم بلند می شد، وقتی بیوزنان و اطفال کوچک اینها با امید آزادی خود بودند، اگر فرصت دست می داد در غاری یا در کنار دریایی یا در فراز فور کوهی یا در جرفای دره یا به اصطلاح آن مردم در کره، در نیمه شبی می نشستیم و کتابی باز می کردیم، و اگر کتاب نمی بود اشعاری که به یاد ما می آمد می خواندیم. به سن سال من این کار ساده نیست، و به این شبهایی که ما گذشتاندیم این بسیار ساده نیست که من آن همه خاطرات زشت و زیبا را یاد کنم. اما هر وقت شعر میخواندیم میخواستیم که عامر صاحب میخواست که من شعری بخوانم که با مردم تعلق داشته باشد، درد مردم را بیان کند، از عشقهای مردم حرف بزند، از تبسمهای مردم بگوید.
یک روز در بلندی های فکر میکنم انجمن مندی حسبک ما جور بود خستگی هم زیاد بود در آنجا یادم نیست یک آب آبی هم بود که یک فضای زیبای را تشکیل میداد از اسب پایین شدیم و با من گفت که این مردم چه در فغان و عذاب است اما هنوز هم با ما هست به محابا گفتم که خواب دیدم که سیه عبر و دشت و دمنا شسته گرد از رخ نسرین و گل و یاسمنا زده بر چهره گل عبر چنان آبلتی که شده سرخی و تری چو عقیق یمنا در آن جایی رسیدیم که از مردم حرف می زد که ناله خارکن افگن و یاد وطنم وطنم وابطنا 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 کشوری دیدم تا حلق فرو رفته به قرض همچو شیری که فرو مانده میان لجنا سبزش تر شده است گریه فرزند یتیم گل وی سرخ ز خونا به دل بیوزنا آن یکی را شده اگر یک دو نفس خواب گران با مداوا شده تا لندن و پاریس و بنا و دیگر داده اگر جان برای کشور خیش نیست یک پارچه تا بسته کنند از زقنا کشوری دیدم تا حال فرو رفته به قرص همچو شیری که فرو مانده میان لجنا کشوری دیدم تا حال فرو رفته به قرص همچو شیری که فرو مانده میان لجنا سبزش تر شده از گریه فرزند یتیم گل وی سرخ ز خونا به دل بیوزنا آن یکی را شده در یک دو نفس خواب گران و مداوا شده تا لندن و پاریس و بنا وان دیگر داده اگر جان برای کشور خیش نیست یک پارچه تا بسته کنند از زفنا و همین ترتیب آن شب را تا دیرها با هم دیگر شعر خواندیم و شنیدیم و یادم هست بعد از این شعر غم‌انگیز یک روایی زیبایی که شاید آقای وجودی بداند یا شاعر دیگری که از جامی است به یادم آمد که خواندم دکتر سید عبدالله شاید خودت بدانی که از کی هستی و کعبه رفتم و آنجا هوای کوی تو کردم و کعبه رفتم و آنجا هوای کوی تو کردم جمال کعبه به تماشا به یاد روی تو کردم چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم چو حلقه در کعبه بسط نیاز گرفتم دعای حلقه گیسوی مشکوی تو کردم چو حلقه در کعبه بسط نیاز گرفتم دعای حلقه گیسوی مشکوی تو کردم بیشتر وقت شما را نمیگیرم من میدانم که اگر دل خود را باز کنم با این کسانی که یک یک میشناسم تا نیمه های شب نیز خواهم شاید همه بگویم این را که با این همه کارها و این همه مشکلات و بمباردمان و جنگ و فغان و زجه و ناله و فریاد اینوان این شعر چی به درد میخورد کجای این ملت را شعر پر میکرد که زعیمش میخواهد برای لحظه چند آن همه ناله ها را به عشق بکشوند می
میدانید چرا؟ برای آن که زعیم کسی است که معنویات و اخلاقیات در وجودش مملوء باشد. آن زعیمی که معنویات نداشت که تنها دین نیست، آن نمیتواند که درد ملت را بداند. و اگر نمیدانست معنویات نمیداشت، نمیتوانست این جنگ عظیم را با این همه پهنایش و فیروزی بکشاند. او همان کسی بود که این معنویات را داشت. نمیتوانست که تحمل کند وقتی نعت پیغمبر برایش خوانده میشد که آهی که نیمه شب زند از سینه سرخمی، از طارمی سپهر نماید گذرخمی. جریان سیل خون نبود افتخار مرد، مردان بود که خوش کند چشم ترخمی. این قالبی شکسته نیرزد به هیچ اگر نبود بسینش دل صاحب اثر همی. یارب یارب بناله یک شبی رحلتی رسول گشت از فضای سینه عثمان بدر همی. یارب به حیبتی که فتاده است در جهان، یارب فتاده به حیبتی که فتاده است در جهان تا حشر، تا حشر از عدالت دور عمر همی. یارب یارب به خوابگاه محمد که تا ابد چرخ است از طواف درش مفتخر همی. یارب به دشنه دکتر سیب، یارب به حق دشنه شیر خدا علی آن آیت شهامت و فضل و ظفر همی. از ما رسان ضرور بران محضر شریف چندان که هست گردش شمس و قمر همی. رسم کریم نیست که آیت گدا برون، رسم کریم نیست که آیت گدا برون، از آستان رحمت او چشم تر همی. او معنویات داشت و در آن کوها کسانی بودند که معنویات داشتند که استقلال افغانستان را به دست آوردند. معنویاتشان، اخلاقیاتشان، غیرت ملیشان به حدی بود که استقلال افغانستان را در کف دستشان می دیدند. و از برکت همان است که امشب من در کانتیننتال در هوای زیبای کابل در میان دوستان خود از عزیز خود یاد می کنم. خدا با همتون رحمت کنه. تشکر.